یه شهری هست، اون آقایینه که پیاده میرن از خرمشهر به طرف ایران، به طرف کربلا، یه شهر به نام رومیثه، رومیثه یعنی سه نقطه. من اونجا منبریشون بودم امسال. یه پیرمردی بود شاید بیش از 80 سال عمر، اما بدن آهن واقعا. گفت من رئیس هیئت قصبه رومیثه هستم، حاج عباس الور، میشناسن شهر رومیثه. گفت سید من بیش از 60 سال پیاده میرم برای مراسم اربعین. خلاصه سالهای آخر صدام بود علیه اللعنه. گفت نزدیک کربلا، گفت البته ما میرفتیم خیلی با ترس و لرز از رای باغات و بیابونا و طوری میرفتیم به عنوان که ما کشاورزیم، ما رو نبینن چون از دور به ما گلوله میزدن. خیلی قصه ها برام گفت. گفت سال آخر صدام بود علیه اللعنه، یعنی یک سال قبل از سقوطش. گفت اومدیم، اون کسانی که میاد از رومیثه آخرین منزلشون حله، از حله میان به طرف تویریج، از تویریج میان به طرف کربلا. گفت تو باغات تویریج یه پیر مردی بود، این هر سال واقعا اینم باید بگیم آقا عراقی ها آدم های خوبی هن. اون چه دارن در میزان میزانن در این اربعین امام حسین، اینو هم شما شنیدین، بنده دیدم از نزدیک، واقعا هستیشو میزاره برای امام حسین، هستیشو میزاره. خب گفت این بنده خدا یه مرد عربه، هیچی هم نداشت، یه دیگی داشت، یه خود برنج و عدس میپخت، ما هم برای اینکه دلش نشکنه میخوردیم. گفت ما رسیدیم در این صحنه، یه نفر بعثی اومده بود، پا زده بود، لگد زده بود، این دیگ و غذاش ریخته بود رو خاکا، برنج و عدس روی خاک ریخته. گفت ما این لحظه رسیدیم که این پیرمرده اشکش جاری بود. گفت چرا اینطور کردی؟ من اینو برای زوار امام حسین کردم. اون بعثی سه چهار تا فوشید بعدی هم بهش داد. عربه گفت خب من میام شکایت تو امام حسین میکنم. بعثی هم خندید، گفت برو به هر کی میخوای شکایت کنی، ببینم امام حسین به من چی میکنه. رسمشون عربا یه چیزی دارن رو سرش میذارن، اگال، این مثل تناب رو دیدین سیاه رو سرشون میذارن، اینو وقتی که میندازن تو گردن این علامت حزن، علامت خیلی عزادارن اینا، و اگالش تو گردنش انداخت، پای برهنه رفت به طرف کربلا. ما هم دیگه ندیدیمش. این حاج عباس به من داره میگه، گفت سال دیگه اومدیم دیدیم ای بابا همین عربه فقیره 10 تا دیگ برنج و خورشت و تشکیلات. من سلام حاجی چه خبره؟ گفت میگه نمیدونی چی شد؟ گفتیم نه. گفت پارسال بودید؟ من گفتم آره. گفت پارسال دیدید من پا برهنه اگالم تو گردنم بود، گفتم میرم شکایت این بعثی رو میکنم به امام حسین؟ گفتیم آره. خب چی شد؟ گفت رفتم، گفت رفتم نزدیک حرم آقا امام حسین، وقتی که رسیدم رسمشون اینه، عرباشون یعنی اونایی که عمامه دارن عمامشون رو میزنن زمین مقابل ذریح، خیلی یک حالتای عجیبی دارن عربا، اونم که امین اگال دارن اگالو میزنن زمین. گفت اگالمو زدم زمین، به امام حسین گفتم آقا تا از این بیدین انتقام نگیری من از اینجا بیرون نمیرم. یعنی چی؟ تو خب میدونی من برای تو این کارو کردم، اینم دارایی من 2 کیلو برنج و خود عدس، این نامرد و بعد اینا رو ریخته رو خاک، آقا میخوام انتقام بگیری. گفت خیلی گریه کردم، از حرم اومدم بیرون توی صحن نشستم، خسته کوفته پای پیاده خوابم رفت، تا خوابم رفت آقا امام حسین رو بعدم بخوابم. فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا میدونید اصلا برای این اومدم. فرمودن این گردن ما حق داره. حاج عباس آلوره رئیس هیئت قصابای رومیثه که این قصه رو برام گفت، بهتون بگم خیلی خودمونی، یک شتر من بهش هدیه دادم برای هیئتش، اینقدر رو من اثر کرد. گفت آقا فرمودن این آقا بر ما حق داره. چه حقی داره؟ بعثی کافر. فرمودن این در جنگ ایران عراق در منطقه چذابه یه هواپیمای ایرانی اومد، هواپیمای جنگی بود، اینا رو بمبارونشون کرد، این بود با 2 تا همراهاش به نام مؤید رفیقشه و یک اسم دیگه، مثلا فرض کنین عبدالله، مثلا این 2 تا رو بمب ایرانی زد کشتشون. این بعثیه تنها فرار کرد، فرار کرد بدو ترس هواپیما پشت سر و جنگ و غبار و گرما و عرق، رسید به یه برکه آب، آره به فارسی چی میگن برکه آب، خلاصه یه آب، یه جوی آبی مثلا. گفت دست برد، امام حسین دارن به این عربه میگن، فرمانن دست برد یه مقدار آب آشامید، یه دفعه گفت سلام بر لبت یا ابا عبدالله.
این گردن امام حسین فرمودن به همین کار بر من حد پیدا کرد. حالا تو اومدی بگی من نابودش کنم؟ نه، ما نمک شناسی. اونه که با دشمن اونه، با شما دوستان چی میکنه؟ ببینین چطور ذره پروری میکنه. گفت جوابمو گرفتم، برگشتم اومدم همون تو بریجو، اومدم در اون محل همون بعثیه. خب پلیس ها و ایستادن، اینا مرد مهمی بود. گفتم میخوام فلانی ببینم. پلیس ها به ما اعتنایی نکردم. گفتم خواهش میکنم برید بهش بگید بابا یه نامه از امام حسین برات آوردم. رفتن گفتن، میگه حمید بعثی اومد خیلی مستهتر و خلاصه. خندید گفت بگو ببینم به امام حسین شکایتمو کردی؟ گفتم آره. گفت خب امام حسین چی گفت؟ گفتم یه چیزی به من گفت امام حسین. میشه بهت بگم؟ تنها باشیم و ببینم چی گفت. گفت امام حسین فرمود در تنگه چذاب تو و مؤید و عبدالله، میگم عبداللهش از من، آره اون سومی نمیدونم، تو و فلانی و فلانی اومدی بمبارون شدی، دو تا کشته شدن، تو اومدی به برکه آب رسیدی، آب خوردی، گفتی السلام علیکم آبا عبدالله. آقا فرمودن تو به گردن من حد داری؟ میگه تا این شدید لرزید. گفت تو رو خدا امام حسین به تو این تو گفت؟ گفتم خدا شد. گفت لا اله الا الله. خب بابا اونجا کسی غیر از من و خدا بودیم؟ به من گفت گوش کن، سال دیگه 10 تا دیگه بار میزنی، چند تا عربا میگن عجل، عجل یعنی گوساله، چند تا گوساله نیاز داری گردن من؟ برنج خوب، اونجا برنج خوبشون، برنج عنبر بهش میگن، واقعا بوی عنبر میده، برنج عراقی مال خودشونه. گفت بهترین برنج، بهترین گوشت، برو بپز، هر کی هم بهت چیزی گفت بگو فلانی گفته، من پدرشونو در میارم. حالا میبینی 10 تا دیگ شاهدم یک نظره، آنان که خاک را به نظر نه آیا شود، یقینا نظر چشمی به شما کردند.